سلام، من نگار هستم. خوش اومدید به MDN کانال خودتون. بچه ها براتون یه ویدیو سپرایزی دیگه آوردم. سپرایز چه میکنه این نگار خانم؟ او خودم بخواهم میگم خانم. بچه ها براتون یه ویدیو باحال آوردم. باحال. بله بچه های گل تو خونه، چقدر من همیشه میگم بچه ها. دوستای عزیزم، براتون ویدیوی آصف محمود تبله میگین شما، نمیدونم جانش، تبله نواز استاد احمد ظاهر عزیز، اینقدر به من گیر ندید. یکی میگه بگو استاد، یکی میگه نگو استاد، یکی میگه فقط بگو احمد ظاهر. استاد احمد ظاهر عزیز، من اینجوری میگم، گیر ندید، خیلی گیر میدید. و اینطوری بریم ببینیم چیا گفتن، چیا پیش اومده اونجا. بچه ها قبل رفته یادتون نره از کانال ما حمایت کنید و بعد 4 سال هنوز 4000 تا، درسته که اتفاقاتی پیش اومده که 4000 تا مونده، گیر کرده، یعنی گیر نکرده، 4000 تا تازه شدیم. و سعی کنید که به ما کمک کنید. چی میگم؟ خودم هم نمیدونم. مثلا میگه حمایت کنید که بکشیم بالا. به خدا بعد 4 سال 4000 تا میبینم حالم بد میشه. بکشیم بالا، بریم همینجور 10000 تا، 20000 تا، 30000 تا، یا 100000 تا، چی میشه؟ من براتون ویدیو میسازم، شما ما رو به دوستاتون معرفی کنید، لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید. فقط نگاه نکنید، ما رو دوست دارید، ویدیوامون رو میبینید، سابم بکنید. و بریم ویدیوی سپرایزی من. سپرایزی. بریم بچه ها ویدیو رو ببینیم. ریتم های خوش آهنگ تبله. از انگشت هایی که 70 سال است با این ساز آشناست. این ضرب آهنگ ها ایشون چی زن؟ تبله زن احمد ظاهر عزیز بودن. در گوشه ای از غرب لندن ما را به سلطان آواز موسیقی افغانستان وصل می کند. آصف محمود تبله نواز احمد ظاهر بود. چقدر جوان بود. محبوب ترین خواننده افغانستان حتی حدود نیم قرن پس از خاموشی. استاد آصف 78 ساله، 78. اولین دیدار و آشنایی با آن دیدین، یعنی اگه احمد ظاهر عزیزم زنده بود الان هم سن و سال بودن دیگه، یعنی سن 70 خورده ای به نظرم سن زیادی نیست واقعا. اسطوره موسیقی را به یاد می آورد. وقتی با احمد ظاهر آشنا شدیم که او خود از ایش بچی بود که کتی همه گی سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم که همه گی ارتباط داشت. بعد وقت رسید که ارتباط ما با احمد ظاهر سلام علیکم ما زیاد شده رفت. بچه ها به دل شما نشست حرف زدنش، یه لحظه شروع که به حرف زدن دلم نشست. شیرینه، خیلی خوبه. درفتم که می آمد باز پرسان میکرد که کجاست فلانی، و باز مرا پرسان میکرد و باز جمع میشدیم و باز میشیشتیم سلام آمد ظاهر میخوان رو سب میکردیم. از میان خاطرات خوش او با احمد ظاهر، سفر به ایران در مهمانی محمد رضا شاه و اجرا در جشن تولد ولی عهد را مو به مو به خاطر دارد. یه چیز دیگه هم بود، قدیما این تو اینقدر خوب بود. ما حالا میگم ما، منظور خب نوعی ایرانی ها. ایران و افغانستان با هم دوست بودن، ایرانی ها میرفتن افغانستان، افغان ها میرفتن ایران. این دروغایی که دولت ها ساختن و این با مردم بازیچه نشده بودن، دولت ها مردم هم بازیچه کردن، یه در رو گول زدن، همه رو گول زدن، آدم رو ساختن، همه رو به جون هم دیگه انداختن و امیدوارم که حل بشه. واقعا دوست دارم مثل قدیم با هم دوست بود. البته الان مردم ها با هم خیلی بیشتر
خوبن، دوست شدن، فهمیدن، اینا همش بازی و بازی چه نمیشن. ولی یه در جدیدم میبینم، چند این باره دارم میگم، قشنگ معلومه بازی چند دارن، بازی چه یه عده یعنی که میخوان دوباره میبینن دوستی های ایران و افغانستان مردمش با هم خیلی زیاد شده، میخوان اینو به هم بریزن. قشنگ مشخصه، خیلی میبینم، چه از طریق ایرانی چه از افغانستان مردمش، نه همه ها، نمیتون فکر کنم فهمیدین، متوجه حرفم شدید، شما هم 100% دیدید، من هم از افغانستان دیدم هم از ایران دیدم، از هر دوتاشون هم خیلی ناراحت شدم که بازی چه شدن. واقعا حیفه، ما قدیم چجوری دوست بودیم، پشت هم دیگه بودیم، الان هم میتونیم همونجوری باشیم و قوی باشیم، فارسی صحبت میکنیم، حالا با یکم متفاوت. حیفه واقعا. بزنید بریم گوش بدیم داستانش قشنگ باید باشه. سازا رو گرفتیم بالا رفتیم، زینا بود که بالا رفتیم، دمی دالیز کل وزیرها استاده، امو صدرازمشان یک امیباس و باز ویدا و آقای ویدا روسته که یک دانه گلده که به صلاح در جیبیش و مقبول ما روزه که میرسیم که سیل میکنیم که شهنشاه شیشته خانومش هست بچهش، اول خواندن از آمد ظاهر بود، خان چشم سیاه داری قربان شما، من آمد ظاهر خان سرت باشیم شدم روید در قربان چشم سیاه داری قربان شما. شاه و ملکه ایران که با شنیدن این آهنگ به وجد آمده بودند از جا بلند شدند و رقصیدند. الان احمد ظاهر رو توی این ویدیو میبینیم که رفته ایران داره میخونه. من یه ویدیو دیدم که گوگوش و یه عده دیگه از خواننده ها و بازیگرها رفته بودن افغانستان اجرا کرده بودن. چقدر خوب بود، چقدر همه چی اوکی بود، چقدر حیف باشه واقعا، حیف که ما تو این زمانیم و تو اون زمان نبودیم و لذت داریم کیف کنیم. باور کن که یک مستی بر از ناپیدا شده بود، به میشوق شنیدن و به میشوقش مستی کردن. کمی خلا شدیم، سازا رو ماندیم و خیستیم، خیستیم شهنشاه هم خیست، خانوش هم خیست، آمد ظاهر هم در بغل خود گرفت، ماهوش هم سر که در بغل خود گرفت، سرشان هم مارش کرد، کل ما رو سرهای ما رو روی های ما رو مارش کردن، بسیار بسیار خوشی کردن، بسیار گفت مقبول بود. صفحه های از زندگی پرخاطره، لحظه هایی که اکنون در آلبوم جا خوش کرده، دوره ای که امروز برای بسیاری بر رؤیا میماند. تهران است، در تهران آمد ظاهر جان است و استاد ماهوش است و مثلا هنرمند خود ایران است، گلپایگانی و آمد ظاهر است، سلیم سرمست است، اسماعیل خان رازمی. چه عکسایی داره، یعنی یه هنرمندایی است که در ما بینه. چه عکسایی هم داره واقعا. یه چیز دیگه هم تو دلم مونده بگم، نگاه گفت تو قلب انگلستان، ولی نگاه کن لباس پوشیدنش، خونش. مادر خسته میشن، اما مردم دوستامون خسته میشن، سرشون درد میگیره، داد میزنی بیبی. تمام زندگی لباس پوشیدن خیلی سنتی مثل ایران و افغانستان، الان دیگه همه چی تجملاتی شده توی ایران و افغانستان. 100% ایرانو میدونم، افغانستانو نمیدونم. بچا میکروفونو به خاطر اینکه پسرم من خواست دست بزنه حرکت دادم، اگه صدام بد میاد ببخشید. ای بابا ایرانو بدن. چند دهه پس از آن دوره، امروز وضعیت در افغانستان و ایران کاملا دگرگون شده. نفروده نسروده حکومت طالبان با چی کار کردن با سازای نازنین؟ قلبم آدم نیستین شما. موسیقی سر سازگاری ندارد و ساز مخالف میزند. پخش هر نوع موسیقی و فعالیت اهالیان ممنوع، سازها خاموش و در موارد به آتش کشیده شده.
این چه قانونی، چه آیینی، چه ترتیبی. وقت به اون دوره فکر میکنین، به دوره طلایی موسیقی افغانستان و از جهات یک دوره بسیار آرام اجتماعی و به شرایط امروزی نگاه میکنین، چه تفاوتهایی را میبینین و حسرت چه چیزهایی بیشتر در دل شما زنده میشه؟ خود که مملکت خود ما بود، خود ما بودیم و همه ما را دوست داشتن. واقعا فکر کن آدم نتونه تو کشور خودش باشه، و ما چه نیازی داشتیم اون کشور، اون به اون خفنی، هم افغانستان هم ایران نیاز نداشتیم از کشورمون بیایم بیرون. واقعا نیاز بود. والا علی هیچ موسیقی نیست. من میخواستم که کابل برم، من به خاطر کابل گفتم وطنم است، من میرم، من کابل میرم، من یار کلشان رو میبینم. منتاب من گفتن که نبیه. این هنری که آصف محمود در کوچه خرابات کابل از پدر آموخت به پسرش یوسف محمود رسید. آفرین. که در کنار دست. آفرین. من خیلی دوست دارم ساز بلد باشم، خیلی خیلی دوست دارم. به نظر من هر آدمی یه ساز باید بلد باشه، ولی من دوستم سازها بلد باشم، به یکی اکتفا نمی کنیم. دستگیری پدر در این رشته تحصیل هم کرد و از اونیز به پسرش که متولد لندن است و تنها 15 سال دارد. آفرین. با اینکه متولد لندنه، اونم مثلا هم به ظاهرش، تیپش، لباسش، هم که بلده. آفرین. ماشاءالله. آفرین. تلاش سه نسل از یک خانواده برای ادامه میراث نیاکانی در مهاجرت. چقدر قشنگ، چقدر قشنگ، چقدر اصالت رو حفظ کردن. میدونی اصالت خیلی مهمه، خیلی. و مقاومت در برابر خاموشی که در کشورشان حاکم است. ما کوششات خود داریم که بچه ها قبلش بگم، میگم که اصالت خودشون حفظ کردن، پسر من میگه ناو ناو، حیثیت ما رو به باد داد. ولی این چیزش مقصرش من نیستم، فیلم های انگلیسی نگاه میکنه، خود به خود انگلیسی حرف میزنه، من باش فارسی صحبت میکنم. دمی فرهنگ موسیقی افغانی کارهای خود ادامه بدیم، فعالیتهای خود زیاد کنیم، بسازیم تا در گوش از نام برسه و این مسئله پس دوباره از بین بره و پس موسیقی در افغانستان دوباره بیایه. به خاطر که یک مملکت بدون موسیقی برای ما یه است که مثال یک جسم بدون روح. از این بسیار خوش هستم که بابا کلانم استاد موسیقی، استاد افغانستان، استاد طبله است و پدرجان ما. واقعا چقدر با حال میتونه باشه پدر بزرگی دیگه بزرگای موسیقی باشه. وای خوش با حالت. استاد ما هست، یعنی بطور یک روز اولادکای خودمون بیای پیشم یاد بیرن. امید نسل نو برای بازگشت سرود و سرور به افغانستان درست مثل دوره احمد ظاهر هنوز زنده است، هرچند با کاش ها و اما و اگر ها. کاش بودم سهراب سیرت، بی بی سی. کاش بودم همچون شب تا بر نگاه دیگران. آفرین. دم شما گرم. بچه دیگه آخرش ببخشید، پسرم اومد، واسه این مش میگم شر و شیطون و پرهاشیه پدر من در میاره. آخرش من میکروفون همه چی رو دیگه به هم ریختم، فکر کنم باباش اومده که هی میگه بابا بابا. بچه ها مرسی که تا اینجای ویدیو با من بودید. اگه پیشنهادی دارید، ویدیوی دوست دارید بسازم بیام ریاکشن برم بهش، برام بفرستید. اگه توی این اینستاگرام ما بفرستید خب 100% بهتره، لینکش بالای کانالمون هست، بزنید میرید توش. و دیگه پرحرفی نمی کنم، تا درود دیگر، بدرود.